بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی مسابقه خونه به خونه. خیلی خوشحالیم که امروز هم یعنی یک شنبه 18 روز از ماه مبارک رمضان، در حالی که دو هفته از تیر ماه اولین ماه تابستان را سپری کردیم، اومدیم و مهمون خونه های شما عزیزان شدیم. امیدوارم امروز هم بتونیم یک مسابقه خوب و پرهیجان رو در کنار هم داشته باشیم و اوقات خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. با روند مسابقه و روال مسابقه فکر کنم همه دوستان آشنایی داشته باشن، خیلی راحت و ساده با شماره‌ای که الان دوستان زیرنویس میکنن همین پایین صفحه میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید و در مسابقه به صورت زنده همین لحظه بر حال مشارکت داشته باشید. همین شماره که الان زیرنویس شده خیلی سریع زنگ بزنید، چون خطا شلوغه. سعی کنید از دشت زهابیا جلو بزنید، چون اونا ماشاءالله فکر کنم 7-8 نفری نشستن و هر کدوم یه موبایل دستشونه و کل خطا رو اشغال کردن. جلو بزنید از دشت زهابیا، ببینیم امروز چه برنده هایی رو و از کجاها داریم. خب سریع بریم سراغ مسابقه، ببینیم بیننده اولمون از کجاست. منتظر میمونیم ببینیم آقای خب دوستای عزیز تا تماسامون هم برقرار میشه. من خدمت شما عرض کنم به همین سرعت و سریعی دو هفته از تیر ماه گذشت و 18 روز از ماه مبارک رمضان، یعنی امشب 19 تراویح و انشاءالله میخونیم. امیدوارم که تا این لحظه بتونیم به حال از طاعات و عبادت هامون لذت برده باشیم. بیننده اولم خانم فائزه هستند، ببینیم از کجا. خانم فائزه سلام دارم خدمتون، خیلی خوش اومدید به مسابقه خونه به خونه. الو سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بگید از کدوم منطقه هستید خانم فائزه؟ من از استان کرمانشاه، شهرستان سلاس بابا جانی، شهر ازگله. بله خانم فائزه از سلاس بابا جانی هستن. برابر مسابقه که آشنایی دارید؟ بله البته از خود سلاس هم نیستم، از شهر ازگله. 45 دقیقه با سلاس هم فاصله. از شهر ازگله. دوستان تا فرمان بنویسن ازگله که به هر حال ازگله یا کلن خوشحال بشن که از ازگله تماس گرفتن و در مسابقه خونه به خونه شرکت کردن. ازگله دیگه ببخشید. بله یه گله هم دارم، من از چند روز پیش هی زنگ میزنم، از اول برنامه تا آخر برنامه هی نمیگیره والا... یا هر وقتم میگیره بعد دارم. والا میدونی جریان چی الان اتفاقا؟ من قبل از برنامه هم یعنی با دوست صدا بردارمون یعنی داشتم حرف میزدم که جریان چیه و اینا، حتی دیروز تو برنامه پرسش و پاسخ هم این گلایه رو مطرح کردن، یعنی قضیه داره خیلی بحرانی میشه. مشکل اینجاست، یعنی دوست اتاق فرمان ما سیستم که جلو دستشه فقط یه سری چراغ های روشن میشه، یعنی 7-8 خط که هست زمانی که زنگ میخوره این 7-8 خط به هر حال فقط چراغاشون روشن میشه و اون که به ترتیب خط ها رو برمیداره واقعا براش مشخص نمیشه که این از کردستان، نمیدونم از بلوچستان، از بندر ایران خارج، اصلا براش مشخص نیست. و یعنی به هر حال اینو بگم که هیچ تبعیضی هم قائل نشدیم در گرفتن تماسا و هر تماسی که اومده به ترتیب اونا رو وصل کردیم. به حال ولی بس اینه که دشت زهابیا دیگه حمله کردن، دیگه کاریش نمیشه کرد، هیچ کاری واقعا نمیشه کرد. در خدمت شما ایم ان شاء الله. همون جاییم تقریبا نزدیک دشت زهابی، فقط 40 دقیقه با اون فاصله داره. فقط 40 دقیقه دیگه شما هم دشت زهابی شدید. مشکل نیست، به حال شما از ازگله هستید، ازگله از سلاس بابا جانی. خانم فائزه اولین برنده ماست، ببینیم آیا ایشون فائز میشن و برنده اول ما میشن یا نه. دوستان تا فرمان تصویر جدول رو بدن تا خانم فائزه انتخاب اولشون رو داشته باشن، ببینیم کدوم خونه رو انتخاب میکنن و چه سوالی برای ایشون میاد. سوالات خیلی ساده است، فقط دقت کنید، لازمه به تصویری هم که برای اولین عکس براتون ظاهر میشه حتما دقت کنید که اونی که به ذهنتون میرسه سعی کنید اون تصویر رو در ذهنتون داشته باشید و خونه هایی که
احتمال داره به شما کمک کنه که تصویر براتون واضح تر بشه اون خونه رو انتخاب کنید. جدولم الان برای خانم فائزه اومده، ببینیم چه خونه ای رو انتخاب میکنن. شماره 6 درسته؟ بله. سوال شماره 6 برای خانم فائزه از سلاسه باباجانی، شهر ازگله. کمبود این ماده غذایی در بدن باعث پوکی استخوان می‌گردد. کمبود این ماده بله؟ کلسیومه. مطمئنید؟ بله. 100% یعنی قطعی نمی‌خواید عوض کنید؟ نه کلسیومه. پتاسیم، یود، نمی‌دونم این همه عنصر هست، حالا چرا چسبیدید به کلسیوم؟ نه کلسیوم. کلسیوم جوابتون درسته و 10 امتیاز برای خانم فائزه. اولین سوال رو جواب دادن و قسمتی از تصویر بزرگ براشون ظاهر شده. ببینیم چه خونه ای رو بعد از این خونه انتخاب میکنن و چه سوالی براشون میاد. اگر خانم فائزه بتونن تصویر رو حدس بزنن برنده 160 امتیاز شدن و اگر به 3 سوال جواب ندن در طول مسابقه متاسفانه مجبوریم ازشون خداحافظی کنیم و اگر به 5 سوال جواب درست بدن و بعدش هم حذف بشن به رسم یادبود از طرف شبکه جهانی نور براشون هدیه ای ارسال خواهد شد. خب خونه بعدی چه خونه یه؟ شماره 10 رو انتخاب میکنن. ببینیم سوال شماره 10 چیه برای خانم فائزه؟ کتابی مشهور در سیره نبوی از شیخ صفی الرحمن مبارک فوری هندی. کتابی مشهور در سیره نبوی از شیخ صفی الرحمن مبارک فوری هندی. آقای کریمی راهنمایی بکنید. دیروز هم اسم همین کتاب رو گفتم. اگه برنامه دیروز رو دیده باشید ترجمه فارسیش هم بگید قبول میکنم. گفتم تو کتابخانه عقیده هست، انتشارات احسان چاپ کرده، یکی از کتابهای خیلی خوبه. پناهگاه مسلمانان؟ نه متاسفانه، نه، پناهگاه مسلمانان حسن المسلم هست عربیش، که اون کتابیه در مورد اذکار و اوراد به حال روزانه یک مسلمان که واقعا این اذکار مثل یک قلعه است، مثل یک حصن، انسان رو محافظت میکنه. جوابتون اشتباه بود، جوابی که مد نظر ما بود رحیق المختوم یا خورشید نبوت. دقیقاً دیروز من همین سوالو به حال، البته به صورت سوال نبود ولی یعنی لازم شد یه سری توضیحاتی بدم خدمت بینندگان عزیز، عرض کردم که لازمه در هر خونه انسان مسلمان این کتاب سیره وجود داشته باشه تا ما زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بخونیم و بدونیم که اشرف انبیا و مخلوقات چطوری زندگی کردن، چطوری تعامل کردن در خونه، در بیرون، در جامعه. این خیلی واقعا ضروره. متاسفانه نتونستید خانم فائزه به این سوال جواب بدید. اگر کمی دقت میکردید برنامه دیروز رو دیدید شما؟ بله، من کلا چند روزی آشنا شدم با برنامه‌تون، این نگاه میکنم این برنامه. من دیروز دقیقا همین مطالب و یه جورایی گفتم. مشکلی نیست، هنوز وقت هست، هنوز میتونید که به هر حال به سوالات بعدی جواب بدید. شماره 11 رو انتخاب میکنن خانم فائزه از ازگله. این عضو بدن انسان حدود 40% از اکسیژن خون را به مصرف میرساند. این عضو از بدن انسان حدود 40% از اکسیژن خون را مصرف میکنه برای خودش. کارش مصرف اکسیژنه. یعنی تو فکر کن از 100% اکسیژن 40%ش به این عضو اختصاص پیدا میکنه. بگو چیه؟ مغزه؟ مطمئنید؟ بله. مغز گفتن و جوابشون درسته و 20 امتیاز برای خانم فائزه. تا این لحظه تونستن بر حال به 2 سوال ما جواب بدن و 1 سوال رو نتونستن جواب بدن. ببینیم انتخاب بعدیشون چیه. 20 امتیاز کسب کردن خانم فائزه. شماره 7 رو ایشون انتخاب میکنن. دقیق انتخاباشون در مرکز عکس
ببینیم آیا انتخاب خوبی کردن یا نه. سوال از اشعره مبشره که پدرش در غزوه بدر کشته شد. یکی از اشعره مبشره که پدرش در غزوه بدر کشته شد. عبدالرحمن بن عوف؟ نه اون نیست. اسم ببر. بگو. 10 ثانیه. هفت. بگو. بگو اینا نیست. ای بابا نشد که بشه. متاسفانه به 2 سوال جواب ندادید تا این لحظه. سوال بعدی براتون خیلی حساسه و شما میتونید به حال سوال بعدی رو انتخاب کنید، خونه بعدی رو انتخاب کنید و یا اینکه ریسک کنید ببینیم خانم فائزه چه کار میکنن و چه تصمیمی رو میگیرن. میتونید با اعضای محترم خانواده مشورت کنید و از اونا کمک بخواید ببینید اونا چی میگن. خانم فائزه. بله. انتخاب بعدی یعنی آخرین انتخابه. اگه جواب ندم دیگه حذف میشم. اگه جوابتون اشتباه باشه حذف میشید و اگرم جوابتون درست باشه که قسمتی از عکس براتون ظاهر میشه و به هر حال در تشخیص تصویر کلی بسیار به شما کمک میکنه. میتونم حدس بزنم؟ اگر دوست دارید میتونید حدس بزنید. اگر حدستون درست باشه که 160 امتیاز بردید و اگر اشتباه باشه که هیچی دیگه مجبوریم خداحافظی کنیم. اختیار با خود شماست. شماره 15 رو انتخاب میکنن و سوال شماره 15 برای خانم فائزه. این کتاب پزشکی تا قرن 17 میلادی در اروپا تدریس می شد. این کتاب پزشکی تا قرن 17 میلادی در اروپا تدریس می شد. چه کتاب پزشکی؟ اسم کتاب رو می خواهیم. مؤلف کاری بهش نداریم. الشفا. چی؟ الشفا؟ نه. بگو. نه متاسفانه نتونستم به این سوالم جواب بدن خانم فائزه. کتابی که مد نظر ما بود مؤلفش درست بود، ابن سینا بود، اما کتاب قانون بود، قانون در طب ابن سینا که یکی از کتاب‌های به هر حال در زمینه پزشکی در زمان خودش و حتی الان هم از کتاب‌های بسیار خوب و نایابه. خب به 3 سوال نتونستید جواب بدید. ببینیم اگر این 3 سوال رو جواب میدادید آیا میتونستید تصویر رو تشخیص بدید یا نه. اگر شما به سوال 6 جواب میدادید، اگر دوستای اتاق فرما تصویر لپتاپ بدن، به 6 جواب میدادید هیچ فایده ای براتون نداشت چون مشخص نمیشد که این چیه. ولی اگر به سوال شماره 10 و سوال شماره 15 جواب میدادید آیا میتونستید حدس بزنید که این عکس متعلق به چیه یا نه؟ الان تصویر براتون میاد خانم فائزه. صدای تلویزیون تصویر چیه؟ جیب. جیب؟ بله جیب. ایشون میگن این تصویر متعلق به جیبه. نمیدونم حالا کجا شبیه جیبه، ولی خب تصویر رو میبینیم با هم. این تصویر متعلق به یک نوار کاسته که من گفتم همیشه قرار نیست اون تصویر اصلی در مرکز به حال عکس همون خونه های ما قرار بگیره، مثل این عکس احتمال داره اینجوری پایین باشه. کمال تشکر ازتون داریم خانم فائزه از ازگله، از سلاس باباجانی، از استان کرمانشاه. امیدوارم در روزهای بعدی انشالله بتونید تماس بگیرید و موفق بشید تا برنده ما بشید. فقط مشکل اینجاست مثلا یا بر نمیدانن یا خطا شلوغه. متاسفانه مشکل خطاست، یعنی خطا بار بفرمایید کل خطا پر میشه دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. واقعا ما نمیدونیم کی پشت این خطه،
یعنی واقعا نمیدونیم، فقط اینه که دوست صدا بردار گوشی رو برمی‌داره و دیگه هر کسی به هر حال در اون لحظه وصل شد. کمال تشکر رو ازتون داریم. خانم فائزه بودن از سلاس بابا جانی. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب ببینیم بیننده بعدی ما کی هستن. متاسفانه خانم فائزه نتونستن به سوالاتی که تقریبا ساده هم بود جواب بدن و در تشخیص عکس هم باز نتونستن برحال تشخیص بدن. بیننده بعدیمون آقای باقری از خوزستان تماس گرفتن. سلام دارم خدمتون آقای باقری عزیز، خیلی خوش اومدید. خوبه، ممنون، زنده باشید. خواهش میکنم آقای باقری عزیز در خدمت شما هستیم. سوالی در مورد مسابقه که ندارید الحمدلله. خدمت شما، نه مسابقه خوبیه، تشکر. خواهش میکنم. بله مسابقه معلومه خوب، مسابقه مگه میشه خوب نباشه. خب بریم ببینیم تصویر جدول رو بدن تا آقای اسمشون هم فراموش کردم، خلاصه در ببینیم چه خونه آقای باقری عزیز، بله چه خونه ای رو انتخاب میکنن. شماره هفت انتخاب آقای باقری هستن از خوزستان. بیشتر سازمان ها و نهادهای بین المللی در این شهر قرار دارند. بیشتر سازمان ها و نهادهای بین المللی در این شهر قرار دارم. بگو 10 ثانیه. از شهرهای سوئیس احتمالاً باشه. کشورش درست، حالا شهرش رو بگو. بگو. یادم الان در متاسفانه نتونستید پاسخ بدید. شهری که مد نظر ما بود و خیلی هم ساده کشورش، بله کشورش که سوئیسه، اون که تابلوه، ولی شهری که مد نظر ما بود ژنو بود. ژنو، بله ژنو، همین که مذاکرات و اینا هم یه جورای ربط داره به ژنو و اینا. هیچ مشکلی نیست، اصلا ناراحت نشید، در خونه بعدی و در سوال بعدی جبران کنید. شماره 6 رو انتخاب میکنن و سوال شماره 6 برای آقای باقری از خوزستان. حج در این سال هجری بر مسلمانان واجب گردید. حج در چه سالی بر مسلمانان واجب گردید؟ حج در چه سالی بر مسلمانان واجب گردید؟ بگو آقای باقری. پنجم هجری؟ نه پنجم نیست. بگو، ساکت نشین، فقط بگو. بگو من کمکت میکنم. دوم هجری؟ نه متاسفانه نتونستید به این سوالم جواب بدید. در سال نهم هجری وقتی سوالی رو میپرسم ساکت نشینید، بگید. اگه جواب اشتباه بود من میگم اشتباه است، این نیست، کمکتون میکنم. سال نهم هجری بود اما وقت تموم شده بود، بعدش هم خودم اینو گفتم. هیچ مشکلی نیست، این سوال آخرین سوالیه که شما میتونید انتخاب کنید و یک سوال بسیار حساسه برای شما. ببینیم چه خونه ای رو انتخاب میکنید. شماره 10 و سوال شماره 10 برای بیننده عزیزمون آقای باقری از خوزستان. این عنصر بالاترین میزان رسانه‌ای الکتریکی را در میان تمام عناصر دارد. این عنصر بالاترین میزان رسانه‌ای الکتریکی را در میان تمام عناصر داره. یه فلز با ارزش. بگو. ساکت نشین، یه فلز بگو، یه فلز با ارزش. طلا نیست. بگو. ای بابا نشد. نقره فلزیه که بیشترین درصد رسانایی رو نسبت به فلزات و عنصرهای دیگه داره، اما به خاطر اینکه به هر حال از لحاظ ارزش و قیمت بسیار گرانه، اینه که اومدن از مس استفاده کردن که مس هم باز رسانایی خیلی خوبی داره، ولی در جاهای حساس و به هر حال محل‌های حساس از نقره هم استفاده
میشه کمال تشکر رو داریم ازتون آقای باقری عزیز. از کدوم شهر خوزستان بودید آقای باقری؟ از شوشتر بودم. از شوشتر، بینالی عزیزمون از شوشتر. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ما هم از شما تشکر میکنیم، شما هم سلام خدمت خانواده محترم به همه اهالی شوشتر برسونید. خدا نگهدارتون آقای باقری عزیز. خدا نگهدارتون. دوستای عزیز، با همین شماره‌ای که الان زیرنویس میشه زنگ بزنید و در مسابقه شرکت کنید. شاید شما امروز برنده 160 امتیاز باشید. زنگ بزنید، مرتب زنگ بزنید که نذارید امروز بعضیا زنگ بزنن. آقای محمدی از ایران شهر بیننده بعدی ماست. آقای محمدی سلام دارم خدمتون، خیلی خوش اومدید به مسابقه خونه به خونه. آقای کریمی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش اومدید آقای محمدی عزیز از ایران شهر. در خدمت شما ایم آقای محمدی. کدوم خونه، کدوم سوال را انتخاب میکنید؟ شماره 9 انتخاب آقای محمدی هستن از ایران شهر. ببینیم چه سوالی برای ایشون میاد. نام علمی رشته داروشناسی می باشد. نام علمی رشته داروشناسی چیه؟ آخرش لوژیه. بگو. آقای محمدی. بله بله. بگو آخرش لوژی، اولش فاره. بگو دیگه. فالوژی. ای بابا چی لوژی؟ فالوژی. نه فالوژی نمیشه، فارماکولوژی. فارماکولوژی اسم علمی رشته داروشناسیه. هیچ مشکلی نیست، سوال 9 رو نتونستید انتخاب کنید و این به این معناست که میتونید 15 انتخاب یعنی داشته باشید. از این خونه ها هر کدوم میتونید الان انتخاب کنید. شماره 5 رو ایشون انتخاب میکنن، بالاتر از 9 و سوال شماره 5. حکم نماز وتر را بیان کنید. حکم نماز وتر چیه؟ واجبه. واجبه. خب شما آقای محمدی عزیز جوابو ازتون میپذیریم. شما چون به حال در استان سیستان و بلوچستان هستید و پیرو مذهب امام ابو حنیفه امام اعظم هستید و در مذهب امام ابو حنیفه به حال واجبه، در مذاهب دیگه سنت متأکد است، ما این جوابو از شما قبول میکنیم و 10 امتیاز برای شما در نظر میگیریم. اختلافات فقهی هیچ جای بحث و نگرانی نیست، فقط بر حال یعنی ما باید هوشیار باشیم که یه عده از این اختلافات فقهی نیان و سوء استفاده نکنن و وحدت بین اهل سنت رو به هم نزنن. اختلافات فقهی اصلا جای یعنی اختلاف نیست که ما بین خودمون بین دو مسلمان بیاییم بر حال از هم کینه و بغض داشته باشیم به خاطر اینکه مثلا یکی میاد نماز وتر رو واجب میدونه، من سنت مؤکده میدونم، یکی رفع الیدین میکنه، یکی نمیکنه. اینها سنت هایی است که اگر اصلا انجامم نگیره خللی به عقیده وارد نمیکنه. اصل عقیده توحید و مبارزه با شرک و خرافاته. 10 امتیاز برای شما در نظر گرفته میشه. کدوم خونه رو میخواید؟ شماره 1 رو انتخاب میکنن. ببینیم چه سوالی برای شما میاد. اولین اقدام مهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه چه بود؟ اولین اقدام پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از هجرت به مدینه چی بود؟ چه کار کردن؟ ساخت مسجد. ساخت مسجد. اولین اقدامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت انجام دادن ساخت مسجد بود و جوابتون درسته و 20 امتیاز برای آقای محمدی عزیز از ایران شهر. قسمتی از عکس یا بگیم قسمت هایی از عکس برای شما ظاهر شده و اگر میتونید تشخیص بدید که بسیار عالیه و اگر نه
و به نظر من تشخیصم ندید فعلا، به سوالات بعدی جواب بدید چون هنوز وقت دارید، براتون بهتره ببینیم انتخاب کدوم خونه رو انتخاب میکنن. شماره دو. شماره دو رو انتخاب میکنن و سوال شماره دو برای آقای محمدی. سومین عامل مرگ و میر در جهان است. سومین عامل مرگ و میر در جهان چیه؟ چیه؟ اعتیاد. نه اعتیاد نیست، یه نوع سکت است. آه راهنمای دیگه چی میخوای از این بهتر؟ فقر، گرسنگی. نه نه میگم یک نوع سکت است. سکته مغزی. مطمئنی؟ مطمئن. چجوری مطمئن شدی؟ شما گفتیم مطمئن دیگه، گفت مطمئنم. پس این نکته ضعفه اگه گفتم مطمئنی، این جواب درسته. 30 امتیاز برای آقای محمدی عزیز و 3 قسمت از عکسم برای ایشون ظاهر شده. ببینیم آیا ایشون میتونن حدس بزنن یا اینکه باز یه خونه دیگر رو انتخاب میکنن. این تصویر الان چیه این پشت؟ واقعا الان تصویر برای آقای محمدی عزیزم میاد اندکی با تأخیر. شماره 6. بازم میگم یعنی سوالاتی که ما مطرح میکنیم یکی از اهداف برنامه و مسابقه همینه که بتونیم اطلاعات عمومی خودمون رو به حال بالا ببریم. الان ما اینو فهمیدیم و اینو دونستیم که سومین عامل مرگ و میر در جهان سکته مغزیه. البته من یه مقاله رو خوندم، نوشته بود شبا قبل از خواب اگر هر شب قبل از خواب لیوانی آب بنوشید به هر حال خیلی تأثیر داره از اینکه جلوگیری بشه از سکته های مغزی. هر شب قبل از خواب لیوانی آب ولرم بخورید، انشاءالله به عنوان سبب مؤثر خواهد بود. سوال شماره 6 رو میخواید؟ بله. سوال شماره 6 برای آقای محمدی عزیز. صحابی که رئیس قبیله اوس بوده و در نبرد یمامه به شهادت رسید. رئیس قبیله اوس کی بود که در نبرد یمامه شهید شد؟ صحابه ای که رئیس قبیله اوس بود، اسم صحابه رئیس قبیله اوس. نه متاسفانه نتونستی جواب بدید، اسمشون توفیل بود، توفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه، که شما نتونستید بهش جواب بدید. الان باید شما در سر یک دوراهی قرار دارید. اگر انتخاب بعدی رو درست جواب بدید که عکس براتون واضح‌تر و روشن‌تر میشه و میتونید به هر حال حدس بزنید و تشخیص بدید، و اگر هم به سوال بعدی جواب ندید، متاسفانه مجبوریم از شما خداحافظی کنیم و چون به 50 امتیازم نرسیدید هدیه‌ای به شما تعلق نمیگیره. و اگر هم الان میتونید حدس بزنید، اگر حدستون درست باشه 160 امتیاز بردید، و اگر هم حدستون اشتباه باشه بازم مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. ببینیم چه انتخابی رو شما خواهید داشت و چی رو اختیار میکنید. شماره 3. سوالش برای آقای محمدی پخش میشه. در هندسه و مثلثات به زاویه گویند که بزرگتر از 90 درجه و کمتر از 180 درجه باشد. این زاویه چی بهش میگن؟ در هندسه و مثلثات به زاویه گویند که از 90 درجه بزرگتر باشه و از 180 کمتر باشه. بگو این زاویه بسته نیست، چیه؟ زاویه باز. زاویه بسته نیست. خب زاویه بسته نباشه، بازه. و 40 امتیاز برای آقای محمدی از ایران شهر، از استان زیبای بلوچستان.
40 امتیاز به دست آوردید. الان میتونید تشخیص بدید که این عکس متعلق به چیه؟ یا اینکه واقعا این تصویر سخته؟ این تصویر چیه؟ سقف صبحانه باشه. سقف نمیدونم، سقف شاید نباشه، شاید هم باشه، به هر حال مشخص نیست. به هر حال میتونید اختیار کنید و انتخاب کنید یک خونه دیگر رو، یا اینکه بخواید حدس نهاییتون رو بزنید. کدوم رو انتخاب میکنید؟ شماره 7. شماره 7 رو انتخاب میکنن. سوال شماره 7 برای آقای محمدی پخش میشه. کفاره کسی که در روز رمضان جمع کند. کفاره کسی که در روز رمضان هم بستری کنه با همسرش چیه؟ 60 روز روزه دیگه پشت سر هم. خب به ترتیب بگو. شخص مسکین تام دادن. خب تام دادن یا اگر نبود 60 روز روزه بگیره پشت سر. جوابتون درسته، قبول میکنیم ازتون. در ابتدا اگر بود که نیست برده ای رو آزاد کنه، که نیست. الان در حال حاضر در جامعه که ما زندگی میکنیم برده نیست و مرحله بعدیش اینه که 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره بدون انقطاع، و اگر اونم نتونست طعام 60 مسکین را بده. جوابتون درست بود و 50 امتیاز تا این لحظه شما به دست آوردید. میتونید تشخیص بدید این عکس چیه یا یه خونه دیگر رو انتخاب میکنید؟ احتمال میدم یک اتومبیل باشه. احتمال میدن که یک اتومبیل باشه. آیا این تصویر متعلق به یک اتومبیله یا نه؟ اختیار با خود شماست. چیکار کنیم؟ سوال بعدی رو انتخاب میکنید یا حدس نهایی رو میزنید؟ راهنمایی کنید. راهنماییتون کنم. خوردنی نیست، راهنمایی. دقیق بود، درسته. شماره 8. سوال شماره 8 رو برای آقای محمدی عزیز پخش میکنیم. به انقباض شدید و غیر ارادی یک عضله گویند. به انقباض شدید و غیر ارادی یک عضله چی میگن؟ گرفتگی. نه. یک کلمه مد نظر ماست. بگو. انقباض شدید و غیر ارادی. گرفتگی عضله. چیزی که اینجا چی؟ خواب رفتگی. خواب رفتگی. اسپاسم جواب صحیح بود. حالا نمیدونم دوستان تا فرمان آیا اسپاسم با همون چیزی که آقای محمدی گفتن گرفتگی عضله یکیه یا اینکه فرق میکنه. اگر دوستان تا فرمان راهنمایی کنن آیا اسپاسم با گرفتگی عضله یکیه یا اینکه. جوابتون درست بود. دوستان تا فرمان میگن درسته. اسپاسم اسم همون انگلیسی یا خارجیش بود. گرفتگی عضله هم جواب درست شما بود که فارسی بود. 60 امتیاز برای شما. ببینیم چه خونه ای رو انتخاب میکنن انتخاب بعدیتون. آقای محمدی؟ شماره 12 رو انتخاب میکنن و سوال شماره 12 برای آقای محمدی عزیز از ایران شهر پخش میشه. اولین ماه سال هجری میباشد. اولین ماه سال هجری اسمش چیه؟ محرم. اونای دیگه چی؟ بگو. محرم. خب سفر. خب محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، بعد رجب، شعبان، رمضان، بعد شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، که ذی‌حجه آخرین ماه قمری هست.
جوابتون درست بود و 70 امتیاز برای شما در نظر گرفته شده. ببینیم آیا آقای محمدی میتونن تشخیص بدن که این چیه، این واقعا این تصویر، یا اینکه میخوان یه خونه دیگر رو انتخاب کنن و تصویر براشون واضح‌تر بشه. الان ایشون دو راه دارن، ببینیم کدوم راه رو انتخاب میکنن. آیا اهل ریسک هستن یا اینکه احتیاط میکنن و یک سوال دیگر رو انتخاب میکنن؟ شماره 11. شماره 11 ریسک نمیکنن. عکسی که تشخیص داده بودید گفتید چیه؟ اول گفتن اتومبیل. اتومبیل. چون گفتن اتومبیل. سوال شماره 11 رو ببینیم چیه؟ ریسک نکردن. علم مکانیک به این دو شاخه اصلی تقسیم بندی میگردد. علم مکانیک به این دو شاخه اصلی تقسیم میشه. بگو. سکوت نکن آقای محمدی. من یکیشو میگم مشکل نیست. دینامیک یکیشه. ارگانیک نیست جواب صحیح. استاتیک و دینامیک. دینامیک یعنی همون حرکتی به قول معروف، و استاتیک هم یعنی همون در حالت سکون، و اینا به این دو شاخه تقسیم میشه. متاسفانه نشد آقای محمدی عزیز، به سه سوال جواب ندادید. و اگر به این سه سوال جواب میدادید، آیا میتونستید حدس بزنید تصویر چیه؟ الان تصویر براتون میاد. آیا میتونستید حدس بزنید که تصویری که الان میبینید چیه؟ تصویر ببینیم برای شما واضح میشه یا نه. این چه تصویری آقای محمدی؟ چراغ اتومبیله. اگر میگفتید اتومبیل هم ما از شما قبول میکردیم، اما شما ریسک نکردید. لازمه گاهی اوقات دادم ریسک کنه. کمال تشکر رو ازتون داریم آقای محمدی عزیز. شما 50 امتیاز پیش ما دارید و این به این معناست که اسم شما نوشته میشه. با دوستای تقفرمان در تماس باشید تا چیزایی که لازمه از شما بگیرن و بپرسن. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان به رسم یاد بود از طرف شبکه جهانی نور و مسابقه خونه به خونه برای شما هدیه ارسال خواهد شد. کمال تشکر ازتون داریم آقای محمدی عزیز. اینم تصویر چراغ یک اتومبیله که نمیدونم اتومبیلش چیه. بیننده بعدیمون، بله دیگه، از دشت ذهاب خانم نسرین هستن. خیلی خوش اومدید خانم نسرین به مسابقه خونه به خونه. سلام، ممنون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سریع بریم سراغ مسابقه و انتخاب شما رو میشنویم. شماره 7. سوال شماره 7. فرستاده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سوی قریش در عمره حدیبیه. فرستاده پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی قریش در عمره حدیبیه کی بود؟ از عشره مبشره بود. حضرت عمر. حضرت کدومش؟ ابوبکر. نه، حضرت عثمان. حضرت عثمان جواب صحیح ما بود که متاسفانه شما نتونستید خانم نسرین بهش جواب بدید. هیچ مشکلی نیست، وقت است و ناامیدی معنایی نداره. یه خونه دیگه انتخاب کنید. شماره 6. خانم نسرین؟ بله. شماره 6؟ آره. شماره 6 و سوال شماره 6 برای خانم نسرین از دشت ذهاب پخش میشه. دانشمند مسلمانی که پدر علم شیمی نام گرفت. پدر علم شیمی کی بود؟
زکریا رازی. نه زکریا رازی نیست. بگو اسم ببر. جابر نهیان. مطمئنید؟ بله. پدر علم شیمی جابر ابن حیان بود و 10 امتیاز برای خانم نسرین از دشت ذهاب. ببینیم آیا ایشون میتونن حدس بزنن که این تصویر چیه، یا اینکه یه خونه دیگر رو انتخاب میکنن که احتمال خیلی کمی داره حدس بزنن این تصویر متعلق به چیه. تصویر ندارم. الان تصویر براتون میاد. ببینیم انتخاب بعدی خانم نسرین چه خونه ایه. 11. یازده رو انتخاب میکنن. سوال شماره 11. حکم زینت و آرایش برای زنی که در عده نشسته است. حکم زینت و آرایش برای زنی که در عده نشسته. زینت و آرایش در عده؟ بله. حرام واجب سنت مباح حرام واجب چیه؟ واجب. چیه؟ واجب. واجبه؟ حرامه یا مکروه؟ حرامه. نگاه کنید. الان حرام گفتید. حرام. حلال مکروه گفتید. حرام گفتید. کدوم حرام. انتخاب نهایی؟ حرام. چرا حرامه؟ نمیدونم. کمک کردم به. خب از همونایی که کمک کردن بپرسید چرا حرامه؟ شوهرت هنوز به چلوم نرسیده. بگذاریم حالا. خب 20 امتیاز برای شما در نظر گرفته شده. تصویر الان 2 قطعه از عکس برای شما ظاهر شده از تصویر کلی. ببینیم آیا خانم نسرین میتونن حدس بزنن که این خونه هایی که الان به حال ظاهر شده این عکس مربوط به چیه، یا اینکه یه خونه دیگه انتخاب میکنن و تصویر رو واضح و واضح‌تر میخوان ببینن. نمیتونم حتی میشه راهنمایی کنید آقای کریمی؟ راهنمایی کنم. حیوان نیست، جاندار نیست. هم راهنمایی معلومه اون. خب به انتخاب بعدیتون چیه؟ شماره 10. شماره 10 رو انتخاب میکنن و سوال شماره 10 برای خانم نسرین. این شهر زادگاه دانشمند مسلمان در علم پزشکی و شیمی ابوبکر رازی است. زادگاه ابوبکر رازی کجا بود؟ زادگاه خسته رازی. مکه؟ حبشه؟ حبشه؟ نه اینا نیست. مدینه نیست؟ نه مدینه هم نیست. بغداد؟ کجا؟ بغداد؟ نه زادگاه ابوبکر رازی. اسمش هم ابوبکر بودا. ابوبکر رازی شهر ری. شهر ری یا همین تهران کنونیه. ری یا همین تهران کنونی. ابوبکر رازی. متاسفانه نتونستید جواب بدید. سوالم خیلی ساده بود، یعنی فکر کنم تو این علوم و این کتابای راهنمایی نام فکر کنم اومده باشه. به هر حال نتونستید جواب بدید و 20 امتیاز دارید و 2 سوال هم جواب ندادید و این سوال برای شما بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. خب ببینیم چه انتخابی رو، چه خونه رو انتخاب میکنید. هشت. سوال شماره 8. 8 رو انتخاب میکنید؟ بله. 8. سوال شماره 8 برای خانم نسیم. تعداد ضربان قلب در افراد بزرگسالان را بگویید. تعداد ضربان قلب در افراد بزرگسالان چند تا باید باشه؟
هشتاد. از چند تا چند؟ از چند تا چند؟ هشتاد. از چقدر؟ صد. صدش رو متوجه شدم، اون یکیش چی بود؟ شست. شست تا صد. جوابتون درسته و 30 امتیاز گرفتید و تصویر باز شد این قسمتش، یعنی خونه شماره 8. ببینیم آیا میتونن تشخیص بدن خانم نسرین که این تصویر متعلق به چیه، این وسیله چیه که جاندار نیست. آقای کریمی فلفلی، من نمیدونم قربانی بود. من گفتم جاندار نیست، حیوان و انسان و این چیزا نیست. فلفل دلمه ای، من نمیدونم، اختیار با خود شماست. میخواید من خونه شماره 7 رو برای شما باز کنم؟ اگر یعنی تونستید تشخیص بدید، اگر تونستید تشخیص بدید، من 100 امتیاز از شما میگیرم. چند؟ 100 امتیاز، یعنی 50 امتیاز برای شما دیگه در نظر گرفته میشه. نه میخوام حد بزنم. فلفل قرمز. فلفل قرمز. خب این کجا شبیه فلفل قرمزه؟ فلفل قرمز که اینجوری نیست. حلقه حلقه شده بالا. خب انتخاب آخر یعنی فلفل قرمز. خانم نسی یه راهنمایی بکنید. راهنمایی من که گفتم این جاندار نیست، یعنی نه حیوان نه انسانه دیگه، اختیار با خود شماست. اگر حدستون درست باشه و این تصویر متعلق به یک فلفل قرمز باشه، 160 امتیاز برنده شدید، و اگرم اشتباه باشه چون به 50 امتیازم نرسیدید، به هر حال از دور مسابقه حذف میشید. فرصت هم دارید، میتونید ریسک کنید و یه خونه دیگه انتخاب کنید، شاید اگر اون خونه سوالشو بلد باشید تصویر براتون واضح‌تر بشه و کامل بتونید تشخیص بدید. مثلا سوال شماره 4 رو انتخاب کنید، شاید براتون مشخص بشه که این عکس چیه. اختیار با خود شماست. آقای کریمی فلفله گیر دادن به فلفل و میگن این فلفله. تصویر رو باز کنم. تصویر رو باز میکنیم برای خانم نسرین. اگر انتخاب درست باشه 160 امتیاز بردن، و اگر نه که هیچی، و تصویر متعلق به یک فلفل قرمزه که اینجوری حلقه حلقه شده. بهتون تبریک میگم خانم نسرین از دشت ذهاب، 160 امتیاز. بله تشویقم میکنن در خونه، امیدوارم که انشالله بتونید در برنامه های بعدی باز مشارکت داشته باشید، البته بعد از بیننده دیگه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، با دوست اتاق فرمان در تماس باشید. خدا نگهدارتون. فلفل قرمز حدسشون درست بود، خانم نسرین بودن از دشت ذهاب. 10 دقیقه تقریبا به پایان برنامه مونده، ببینیم بیننده بعدیمون از کجا هستن. دوشه بفرمایید. بیننده بعدیمون هنوز وصل نشدن، ببینیم چه کسی پشت خط هستن. بله خب خانم فهیمه بیننده بعدی ما هستن از کرمانشاه. خیلی خوش اومدید خانم فهیمه به مسابقه خونه به خونه. خانم فهیمه صدای تلویزیون و گیرنده تون رو، و علیکم السلام و رحمت الله و برکات، صدای گیرنده و تلویزیونتون رو کاملا ببندید و فقط از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشید. بله بسیار عالی، و فقط جایی که لازم شد به حال به تلویزیون نگاه کنید، و الا فقط از طریق گوشی با ما در ارتباط باشید. سریع بریم سراغ مسابقه، ببینیم این بیننده عزیز خانم فهیمه آیا میتونن بیننده و برنده آخر ما باشن یا نه. انتخاب شما رو میشنویم خانم فهیمه.
هفت. برای هفت. شماره هفت رو انتخاب میکنن خانم فهیمه از کرمانشاه. این شهر اولین پایتخت اسلامی می باشد. اولین پایتخت خلافت اسلامی کجا بود؟ شام. شام. چرا شام؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم کجا را به عنوان مرکز خلافت اسلامی؟ مکه. سه چیز رو گفتید الان، شام، مکه، مدینه، کجا؟ مدینه. مطمئنید؟ مطمئنم. چرا مدینه؟ راهنمایی کنید. خب شما گفتید مدینه، من راهنمایی کنم. جوابتون درسته و 10 امتیاز برای شما در نظر گرفته میشه. فکر کنم دور و برتون خیلی شلوغه، دارن همه دیگه راهنمایی میکنن از این طرف از اون طرف به شما میرسونن. بله بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. یکی از راههایی که من گفتم خدمتتون، یکی از راههایی که به هر حال بخواید به سوالات سریع جواب بدید همین یارکشیه. امروز میخواید تو مسابقه شرکت کنید، زنگ بزنید به دوستان، آشنایان، فک و فامیل، همه بریزن تو خونه شما، بعد تو مسابقه شرکت کنید. 10 امتیاز تا این لحظه به دست آوردید، انتخاب بعدیتون کجاست؟ خانم فهیمه انتخاب بعدی. شماره 6. شماره 6 رو انتخاب میکنن و سوال شماره 6 برای خانم فهیمه پخش میشه. کاربرد اصلی این دستگاه رادیویی در صنایع نظامی و هوانوردی است. کاربرد اصلی این دستگاه رادیویی در صنایع نظامی و هوانوردیه. بی سیم نیست. بگو. سکوت نکن، بگو. یه چیزی تو همین مایا متاسفانه رادار رو گفتی درسته، ولی متاسفانه بعد از اتمام وقت گفتید و ما نمیتونیم بپذیریم. جواب درست بود، دستگاهیه که به هر حال در صنایع نظامی و همچنین هوانوردی کاربرد داره و اون راداره که به هر حال یه سری امواجی رو میتونه بگیره و تشخیص بده که هواپیماها به هر حال در چه مسیری هستن و در کجا پرواز میکنن. و از این حرفا نتونستید به سوال شماره 6 و خونه شماره 6 پاسخ بدید، هیچ مشکلی نیست، هنوز وقت دارید، عجله نکنید و با خیال راحت یک خونه دیگر رو انتخاب کنید. شماره 8. و سوال شماره 8. در علم هندسه خط مستقیم چگونه تعریف می‌گردد؟ تعریف خط مستقیم. سریع بگید. نه، تعریف خط مستقیم به چی میگن؟ خط مستقیم؟ خطی که راسته. نگاه کنید، جوابتون الان درست بود، ولی چرا بعد از پایان وقت میگید؟ چی دیر میاد؟ تصویر برنامه. من از اول برنامه گفتم کاری به تصویر نداشته باشید، به ضرر خود شماست. این برای اینه که من میگم اصلا به تصویر کاری نداشته باشید، تصویر به ضرر شماست. فقط از طریق گوشی تلفن باید صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و فقط از طریق گوشی، چون این به ضرر شماست، تصویر برای شما دیر میاد و وقتتون خیلی سریع به اتمام میرسه. تعریف خط راست هم همینه که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه رو بهش میگن خط راست یا خط مستقیم، که متاسفانه نتونستید بهش جواب بدید.
هیچ مشکلی نیست. یک انتخاب دیگه دارید. ببینیم میتونید به اون سوال جواب بدید یا نه. انتخاب بعدیتون کجاست؟ چهار. و سوال شماره چهار برای بیننده عزیز خانم فهیمه. تعریف حضانت در شرع چیست؟ حضانت یعنی چی؟ در شرع یعنی نگهداری. خب توضیح بده، یکم توضیح بده. خب بچه باید چقدر باشه؟ بگو. تقریبا دالا وقت تموم شد، جواب ازتون میپذیریم، مشکلی نیست. 20 امتیاز برای شما در نظر گرفته میشه. حضانت یعنی سرپرستی و نگهداری یک بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده باشه، اینو بهش میگن حضانت از دیدگاه شرعی، که امر بسیار پسندیده ای است. یعنی این میتونه در مقابل فرزندخواندگی قرار بگیره. فرزندخواندگی که اسلام اونو حرام کرده، اما تو از این طرف میتونی که سرپرستی فرزند که نه بچه‌ای رو بر عهده بگیری و به هر حال خرج و مخارج و همه چیزشو بدی. 20 امتیاز برای شما در نظر گرفته شده. به دو سوال جواب دادید، به دو سوال هم جواب ندادید. اگر این سوال رو جواب ندید از دور مسابقه حذف میشید، و اگر جواب بدید تصویر برای شما واضح تر میشه. بگو کجا رو میخوای که وقت نمونده. تصویر میشه راهنمایی کنید؟ انتخاب بعدی رو داشته باش. نه این خوردنی نیست. بگو که وقت تمومه. شماره ده رو انتخاب میکنن و سوال شماره ده پخش میشه برای خانم فهیمه. این اقیانوس بیش از یک سوم سطح زمین را پوشانده است. بیش از یک سوم سطح زمین رو این اقیانوس پوشونده. اقیانوس آرام. مطمئنید؟ اطلس نیست؟ بله. جوابتون درسته و 30 امتیاز برای شما در نظر گرفته میشه. یعنی 3 عکس رو تا این لحظه دارید از تصویر بزرگ و به دو سوال هم جواب ندادید. ببینیم میتونید به سوال بعدی جواب بدید یا اینکه میخواید الان حدس بزنید و تشخیص بدید. الان تصویر برای شما میاد و این تصویر رو میبینید و ببینیم میتونید حس بزنید. بله؟ هدفون؟ هدفون؟ دقیق نمیدونم چیه؟ خب اختیار با خود شماست. چون الان این سوال برای شما خیلی حساسه، اگر جواب درست بدید که تصویر براتون واضح تر میشه و به هر حال شاید همونی باشه که شما میگید، شاید هم اون نباشه و کمکتون کنه، و اگر هم نه میخواید حدس بزنید، اگر حدستون درست باشه که برنده شدید و رفت که رفت، و اگر هم جواب اشتباه باشه که دیگه مجبوریم خداحافظی کنیم. اختیار با خود شماست. 1 دقیقه وقت داریم، سریع بگید. راهنمایی کوچیک. اینم جاندار نیست، اینم به حال راهنمایی. چی نیست؟ جاندار نیست. میدونم که وسیله. خب همین دیگه. خوردنی هم نیست، اینم راهنمایی دیگه. اگر به سوال بعدی جواب ندید که به هر حال باختید. سریع فقط خانم فهیمه، فقط سریع میخوان حدس بزنن. خب انتخاب ببینیم، ایشون میگن این تصویر هندزفری. خانم فهیمه میگن این هندزفریه. آیا تصویری که
ایشون مد نظرشون از هنسفری است یا نه. اگر هنسفری باشه 160 امتیاز برنده شدن و اگر هنسفری نباشه که از دور مسابقه حذف شدن. تصویر رو ببینیم خانم فهیمه. انشاءالله این تصویر متعلق به یک هنسفریه و شما برنده 160 امتیاز شدید. به شما تبریک میگم. تشویقشون هم کردن، یک تشویق مفصل. خانم فهیمه از کرمانشاه با ما بودن. وقت کاملا به اتمام رسیده. با دوستای اتاق فرمان در ارتباط باشید برای بقیه کارا. خب دوستای عزیز و گرامی، مسابقه خونه به خونه امروز ما هم تموم شد. شما میتونید فردا ساعت 16:30 دوباره بیننده برنامه ما باشید و در مسابقه شرکت کنید و به حال شاید شما برنده عزیز برنامه ما باشید. از این که تا این لحظه در خدمت شما بودیم خیلی خوشحال و خرسندیم. تا فردا و مسابقه دیگه همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون. Da 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 da